مرجعیت شیعه آیت الله العظما شیرازی معتزله فرمودند باید بر داده ها و نداده های خدای منان حضرتش را شکر گوییم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم الله، تعدادی از وکلای مرجعیت شیعه متشکل از حجاج اسلام آقایان، شیخ عبدالرحمن حائری از انگلستان، شیخ حسن ریحانه از نروژ و شیخ ناصر حائری از کربلای معلا در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی معتزله در شهر مقدس قم حضور یافتند. در این دیدار وکلای مرجع عالی قدر گزارشی از فعالیت‌های خود را به آیت الله العظما شیرازی تقدیم کردند. بر اساس این گزارش، مرجعیت شیعه با اشاره به مشکلات مالی، اجتماعی، اقتصادی و تنگناهای مختلف موجود در زندگی بیاناتی را ایراد فرمودند. معظم الله با اشاره به حکایتی تاریخی فرمودند ما باید به داده ها و نداده های خدای منان راضی و در هر حال شکرگزار باشیم و بدانیم که عطای الهی چیزی از خزائن حضرتش کم نمی کند. مرجع قدر افزودند بنابراین آنچه خدای سبحان به بندگان خود می دهد بدون کاستی و کامل است، هرچند برخی مردم نداشتن یا کم داشتن چیزی را نشانه ی کم بودن عطای الهی می دانند، در حالی که این گونه نیست. معظم الله در پاسخ به سؤال یکی از وکلا که آیا این مقوله در مورد علم و دانش نیست صادق است فرمودند این امر ممکن است، چرا که خدای متعال شخصی را از علم و دانش برخوردار می کند و عاقبت این شخص به عنوان مثال مانند ابوالعزاغر شلمغانی می شود. شلمغانی از یاران امام حسن عسکری علیه السلام و از مفسران قرآن کریم بود که کارش به انحراف کشید و در آخر مورد لعن اهل بیت علیه السلام قرار گرفت. مرجعیت شیعه آیت الله العظما شیرازی در پایان سخنان خود فرمودند مهم این است که انسان علم به همراه حلم و توفیق را با هم از خدای منان بخواهد.